فصل 44، جنگ هولناک در طبس و قتل عزیزان من. آن وقت در طبس جنگ شروع شد و جنگی آغاز گردید که تمام جنگ های سابق طبس در قبال آن کوچک بود. سه شب و سه روز در طبس مردم یکدیگر را به قتل رساندند و خانه ها را آتش زدند که هنگام شب بتوانند میدان جنگ را ببینند. سربازان سیاه پوز و سربازان شردون نیز خانه ها را مشتعل می کردند و هرچه می دیدند به سرقت می بردند و هر کس را که می توانستند به قتل می رساندند. در نظر آنها شاخداران و صلیبی ها متساوی بودند و هر دو را مقتول می کردند. فرمانده این سربازان همان پپیت آتون بود که گفتم مقابل معبد آمون در خیابان قوچ ها مردم را قتل عام کرد و به شدت تظاهر به طرفداری از خدای جدید آتون می نمود. ولی در آن موقع اسم خود را عوض کرده و نام پپیت آمون را انتخاب نموده بود. این مرد را آمی برای فرماندهی سربازان سیاه و شردون انتخاب کرده بود و برای اینکه می اندیشید که لایق ترین سرداران فرعون می باشد. از روزی که جنگ شروع شد من در میکده دمتمسا به سر می بردم و در آنجا زخم غلامان سابق و باربران را معالجه می کردم و آنها با دلیری می جنگیدن. مرید در آن روزها و شبها بی انقطاع مشغول تهیه پارچه های زخم بندی بود و حتی لباس های من و کافتارا برای تهیه پارچه زخم بندی پاره کرد. تهوت کوچک هم برای مجروحینی که تشنه بودن و نمی توانستن راه برون آب می برد. روز سوم جنگ محدود به منطقه بندری طبس و محله فقرا گردید و سربازان سیاه پوست و شردون که برای جنگ تربیت شده بودند با قتل مردم در کوچه های محله فقرا خون جاری می کردند. هیچ یک از فرقه ها اسیر نمی پذیرفتند و اگر کسی تسلیم می شد فوری به قتل می رسید و به همین جهت غلامان و باربران که می دانستند اگر تسلیم شوند کشته خواهند شد و تا آخرین نفس پیکار می کردند. در روز سوم رؤسای غلامان و باربران برای صرف آبجو و شراب و قدری غذا به میخانه آمدند و به من گفتند سیناه، تو در اینجا برای معالجه مجروحین زحمت بیهوده میکشی، زیرا تمام این مجروحین که تو زخم آنها را بسته ای به دست شاخداران به قتل خواهند رسید و تو اگر مایل باشی می توانی در محله بندری پنهان شوی و در آنجا یک پناهگاه است که اگر تو در آنجا جا بگیری کسی به وجود تو در آنجا پی نخواهد برد. گفتم من پزشک فرعون هستم و هیچ کس جرأت نمی کند که به سوی پزشک سلطنتی دست دراز نماید. غلامان سابق و باربران وقتی این حرف را شنیدن خندیدن و آنگاه آبجو و شراب نوشیدن و برای جنگ از میکده خارج شدند. در همان روز کاپتا به من نزدیک شد و گفت سینوه، خانه تو در محله فقرا می سوزد و شاخداران شکم خدمتکار تو موتی را که قصد داشت از خانه دفاع نماید پاره کردن و موقع آن است که لباس خود را عوض نمایی و لباس پزشک سلطنتی را بپوشی تا اینکه کاهنان و افسران تو را با لباس و نشانه های پزشک فرعون ببینن و احترام تو را نگاه دارن و در صدد قتلت بر نیاین. مریت ملتمسانه دست مرا گرفت و گفت سینوه، همین کار را که کاپتا میگوید بکن و اگر نمیخواهی که برای حفظ جان خود این کار را انجام دهی به خاطر من و تهوت کوچک حیات خود را حفظ نما.
سه روز بود که من نخوابیده بودم و به وسیله شراب و داروهای محرک خود را بیدار نگاه داشتم که بتوانم مجروحین را معالجه کنم. در آن سه روز امیدوار بودم که مقاومت غلامان سابق و باربران بندر طبس و کارگران دیگر مؤثر واقع شود و صلیب بر شاه غلبه نماید، ولی در آن موقع متوجه شدم که صلیبی ها شکست خورده اند و غلبه شاخداران به وجود آمده. آنگاه از فرط ناامیدی خطاب به مریت بانگ زدم: من به خانه خود اهمیت نمی دهم و من برای زندگی تو و حیات تهود و زندگی خودم قائل به اهمیت نیستم، زیرا این خونها که می بینی بر زمین می ریزد خون آتون خدای بیشک و نامرئی است. برای اینکه آتون در وجود هر یک از ما هست و خونی که از ما بریزد همان خون اوست و امروز که خدایی آتون از بین می رود و او را هلاک می کنند، من دیگر نمی خواهم زنده بمانم. من در آن موقع اگر می خواستم بگریزم وقت نداشتم، برای اینکه یک عده از سربازان سیاه‌پوست و شردون به فرماندهی یک کاهن آمون که سر را تراشیده و روغن بر سر و صورت مالیده بود به درب میکده آمدند و با قوت سر درب میخانه را شکستند. کاهنی که فرمانده سربازان سیاه‌پوست و شردون بود گفت: اینجا یکی از بزرگترین پناهگاه‌های آتون است و شما مجروحین صلیبی در اینجا هستید و باید به وسیله شمشیر و نیزه و آتش اینجا را از وجود آتون پاک کرد و نگذارید در این مکان کسی زنده بماند. آنها مقابل چشمهای من با سرعت مجروحین را که تحت معالجه من بودن به قتل رساندن و سربازان سیاه‌پوست و شردون خیز بر می داشتن و با دو پا روی شکم مجروحین فرود می آمدن و از زخمهای آنها که من بسته بودم خون بیرون می ریخت. مقابل چشم من یک سرباز سیاه پوست با یک ضربت گرز مغز تهوت کوچک را متلاشی کرد و باز جلوی دیدگان من سیاه پوستان خواستن که مریت را مورد اهانت قرار دهند و چون آن زن به شدت مقاومت نمود در یک لحظه ده نیزه در شکم و سینه اش فرو نمودند. و وقتی که من به کمک وی دویدم، کاهنی که فرمانده سربازان بود با شاخ خود ضربتی بر سرم زد و من از پا در آمدم و دیگر نفهمیدم که چه شد. وقتی به هوش آمدم بدون تصور کردم که در دنیای مغرب هستم. بعد کوچه ای را که میخانه دم تمسا در آن بود شناختم و دیدم که میکده میسوزد و شعله های آتش از آن بلند است، ولی مقابل میخانه کاپتا به سربازان سیاه‌پوست و شردون آبجو و شراب میدهد. وقایع گذشته را به یاد آوردم و منظره متلاشی شدن مغز تهوت و فرو رفتن نیزه ها در سینه و شکم مری در نظرم مجسم شد. خواستم برخیزم ولی نتوانستم و خود را روی زمین کشیدم تا اینکه به درب میکده رسیدم و میخواستم وارد میخانه شوم و به تهوت و مریت ملحق شوم. در آنجا جامعم آتش گرفت، ولی کاب تا یک مرتبه مرا دید و فریاد زد و آمد و مرا از آتش بیرون کشید و روی خاکهای کوچه قلتانید که آتش جامعم خاموش شود، و چون سربازان سیاه‌پوست و شردون میخندیدن و ممکن بود که مرا به قتل برسانند، کاب تا گفت: این مرد پزشک و هم کاهن معبد آمون است، زیرا اگر کاهن نبود نمی گذاشتن که در دارالحیات تحصیل کند و پزشک
شود، ولی بر اثر حوادث چند روز گذشته دیوانه شده و نمی‌داند چه باید بکند. من روی خاک‌های کوچه نشستم و سر را بین دو دست گرفتم و اشک از چشم‌هایم جاری شد و می‌گفتم: مریت، مریت، تو کجا هستی و چرا دیگر وجود مهربان تو را در کنار خود احساس نمی کنم؟ ولی کاپ تا به من گفت: ساکت باش و بیش از این دیوانگی نکن، زیرا دیوانگی های تو زیادتر از آنچه باید تولید بدبختی کرده است. لیکن من نتوانستم ساکت شوم و ناله می کردم و می گریستم و کاب تا برای اینکه مرا وادار به سکوت کند گفت: ارباب من، بدان که خدایان تو را بدبختر از آنچه تصور می کردی نمودن، زیرا رازی که نه من می توانستم به تو بگویم و نه مریت آن راز را به تو گفت و این است که تهود فرزند تو بود و چون تو با مریت زندگی می کردی او از تو باردار شد و این طفل را زایید. ولی چون تو را از ته قلب دوست می داشت و نمی خواست که وجود او سبب شود که به مقام و حیثیت مردی چون تو که پزشک سلطنتی هستی لطمه وارد بیاید و نگفت که این فرزند مال تو می باشد و چون در آن صورت تو مجبور می شدی قبول کنی که با او گوزه بشکنی و وی را همسر رسمی خود بدانی. بارها مریت در این خصوص با من صحبت کرد و هر دفعه می گفت میل ندارد که مردم زنی را همسر رسمی زینوه بدانن که آن زن در میخانه خدمت می کرده و شایستگی آن را ندارد که در کنار وی زندگی کند و امروز در طبس و سایر نقاط مصر مردانی هستند که می گوین ما از دست مریت خدمتکار میخانه دمتمساه باده نوشیده ایم. و تو زینوه، ارباب من، اگر دیوانه نشده بودی روزی که من به تو گفتم که از تبس برو و مریت و تهوت را با خود ببر از اینجا می رفتی. لیکن تو حاضر نشدی که از این شهر بروی و در نتیجه دو نفر بر اثر دیوانگی تو به قتل رسیدند. من بعد از شنیدن این حرف سکوت کردم و قدری او را نگریستم و گفتم: آیا این حرف راست است؟ اما دریافتم که این سؤال مورد ندارد، چون کاب تا چه راست بگوید و چه دروغ آن دو نفر از بین رفتند. مهازا حس می کردم که گفته یک کاب تا راست است، زیرا مریت هم به من گفته بود رازی وجود دارد که نمی تواند به من بگوید و لابد راز مزبور همین بود. من بعد از وقوف بر این امر گریه نکردم، زیرا روح و عشق چشم من چون سنگ شده بود و نمی توانستم گریه کنم. ولی نمی توانستم فکر نکنم و می دیدم که میکده دمتمساه می سوزد و شعله های آتش زبانه می کشد و بوی سوختن لاشه ها به مشام می رسد و جنازه مریت همسر عزیز و فرزند من تهود هم در آن میکده می سوزد. وقتی به یاد می آوردم که لاشه فرزند من در کنار لاشه غلامان و باربران بندر می سوزد و مبدل به خاکستر می گردد، از فرط وحشت نزدیک بود به راستی دیوانه شوم. چون تهود فرزند من از نسل خدایان بود و زیرا خود من از نسل فرعون یعنی خدایان هستم، اگر من می دانستم که تهود فرزند من است طوری دیگر عمل می کردم، زیرا یک پدر به خاطر فرزند خود کارهایی انجام می دهد که برای خود انجام نمی دهد.
اما وقت گذشته بود و لاشه های خواهر و فرزند عزیزم در وسط آتش می سوخت و من نمی توانستم که حتی جنازه آنها را از نابودی نجات بدهم و به دست خود هر دو را مومیایی نمایم و در یک قبر بزرگ و محکم قرار بدهم. و چون جنگ تمام شده بود کاپتا به من گفت بیا برویم که تو را نزد آمی و پپیت آمون ببرم و آنها اکنون در ساحل نیل هستند و تو نزد آنها بیشتر امنیت خواهی داشت. وقتی من نزد آنها رفتم دیدم که آن دو نفر در محله فقرا کنار نیل روی تختی نشستند و مشغول مجازات صلیبی ها هستند. سربازان سیاه پوست و شردون لحظه به لحظه اسرای صلیبی را نزد آن دو نفر می آوردند و آنها در مورد اسیران اینطور اجرای عدالت می کردند. هر صلیبی که مسلح بود و اسیر می شد سرنگون مصلوب می گردید و او را از دیوار می آویختند. هر یک از پیروان صلیب که با اموال غارت شده دستگیر می شدند طعمه تمساح‌ها می گردیدند و دستها و پاهای آنها را می بستند و در نیل می انداختند و صدها تمساح که منتظر طعمه بودند به آنها حمله ور می شدند. صلیبی های عادی را که نه مسلح بودن و نه اموال غارت شده در دست آنها دیده می شد شلاق می زدن و آنگاه به معدن می فرستادند. زنهای پیروان صلیب را به سربازان سیاه پوست و شردون وامی گذاشتن که آنها را به کنیزی ببرن و چون در منازل پیروان صلیب دیگر چیزی باقی نمانده بود که سربازان آمون و سایر خدایان به غارت ببرن فرزندان آنها را اسیر می کردن و برای فروش به بازار می بردن. کنار شط نیل باب دار آویختن و در رودخانه انداختن و شلاق زدن پیروان صلیب یک قتلگاه و مرکز شکنجه بزرگ به وجود آمده بود و آمی برای اینکه محبت و توجه کاهنان آمون را به طرف خود جلب نماید می گفت من خون کثیف را از سراسر مصر دور خواهم کرد. پپیت آمون هم بدون ترحم پیروان آتون را به قطع می رسانید یا به شلاق می بست که به سوی معدن بفرستد، زیرا وقتی پیروان آتون در تبس فاتح شدن خانه او را مورد چپاول قرار دادن و گربه های وی گرسنه ماندن و پپیت آمون نتوانست این موضوع را فراموش کند و در آن موقع فرصت به دست آورده بود که انتقام خود و گربه هایش را از پیروان صلیب بکشد. مدت دو روز کنار نیل کشتار ادامه داشت و روز دوم تمام دیوارهای منازل فقرا در ساحل نیر با لاشه کسانی که آنها را سرنگون از دیوار آویخته بودند مستور گردید. کاهنان آمون در روزهای بعد با شادمانی مجسمه خدای خود را بلند کردند و برای او قربانی نمودند و خطاب به مردم گفتند دیگر در مصر قحطی وجود نخواهد داشت و کسی اشک نخواهد ریخت برای اینکه آمون مراجعت کرده و خدایی او تجدید شده و آمون کسانی را که به وی عقیده دارند برکت خواهد داد. اکنون شروع به کار کنید و در مزارع آمون بذر بکارید و مطمئن باشید که آمون در قبال هر تخم که در خاک میکارید به شما 10 بار و 10 تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد. ولی نه قحطی از مصر رخ بربست و نه هرج و مرج از تبس برافتاد.
سربازان سیاه پوست و شیردون مالک جان و مال و زنهای مردم در شهر تبس بودند و هر که را می توانستند می کشتند و با زن وی تفریح می کردند و فرزندانش را می فروختند و عده ای از کسانی که جزو شاخداران و پیروان آمون بودند به دست سربازان مزبور کشته شدند، زیرا آن سربازها نه آمون را می شناختن و نه آتون را و منظورشان فقط تحصیل فلز و تفریح بازنها بود. نه آمی می توانست جلوی سربازان مزبور را بگیرد و نه پپیت آمون و مأمورین فرعون در تبس به کلی ناتوان شدن، زیرا کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کردن و گفتن که او کذاب و ملعون است و دیگر نباید در مصر سلطنت کند و جانشین وی باید به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند و آن وقت او را فرعون مصر خواهند دانست. بعد از اینکه آمون در تبس روی کار آمد، من باز مدتی در آنجا ماندم برای اینکه نمی توانستم از آن شهر بروم و اصلا مثل این بود که قوه هر نوع اخذ تصمیم از من سلب شده بود. من راه می رفتم و غذا می خوردم ولی خود را نمی شناختم، گویی که من مبدل به شخصی دیگر شده ام که وی در نظرم بیگانه است. از فرعون در شهر افق هم خبری به من نمی رسید، ولی طبق شایعاتی که به تبس واصل می شد می دانستم که در افق هم اوضاعی ناگوار حکم فرما می باشد. آمی که قصد داشت به افق برود، پپیت آمون را حکمران تبس کرد و بعد عازم رحیل گردید و قبل از رفتن به من گفت سینوهه، به طوری که می دانی کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کرده و او را ملعون نموده اند و من می خواهم به افق بروم تا به او بگویم که دست از سلطنت بردارد و مقاومت نکند. در این سفر بهتر است که تو با من باشی، برای اینکه وجود یک پزشک مانند تو هنگامی که من میخواهم آخناتون را از سلطنت منصرف کنم مفید است و آیا میآیی که به اتفاق به افق برویم؟ گفتم بلی میآیم، زیرا فکر میکنم برای اینکه ظرف بدبختی من لبریز شود و خدایان مرا از این حیث ممتاز نماین، این یک آزمایش تلخم ضرورت دارد. ولی آمی نفهمید که من چه میگویم و بعد ما عازم افق شدیم. در همان موقع که ما از تبس به طرف افق به راه افتادیم، هرمهب هم از تانیس عازم افق شد. ما برای اینکه به افق برویم در طول جریان نیل حرکت می کردیم و او مخالف با جریان شط راه می پیمود، به طوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هرمهب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده و مجسمه وی را برپا کرده بودند، ولی هرمهب ایرادی به آنها نمی گرفت و میخواست که زودتر خود را به افق برساند، چون وی حدس میزد که آمی قصد دارد که در مصر قدرت کامل را به دست بیاورد و هرمهب مایل نبود که آن مرد در سرزمین نیل دارای قدرت مطلق گردد. وقتی ما به افق نزدیک شدیم دریافتیم که شهر افق مثل یک شهر ملعون شده، زیرا تمام راه‌هایی که منتهی به آن شهر می‌شد کاهنان آمون و شاخداران بسته بودند و نمی‌گذاشتند که هیچ کس به افق برود. کسانی هم که از افق خارج می‌شدند که به جای دیگر بروند، به یک شرط آزادی عبور داشتند و آن اینکه برای آمون قربانی نمایند و نشان بدهند که معتقد به آمون هستند.
و در غیر این صورت آنها را شلاق می زدن و به معدن می فرستادن. از راه شط نیل هم که شاه راه افق است، کسی بدون اجازه کاهنان آمون نمی توانستن عبور کنند، برای آنکه کاهنان مزبور شط نیل را به وسیله زنجیر مسین بسته بودند. لیکن چون آمی برای این می رفت که فرعون را از سلطنت برکنار کند و کاهنان می دانستند که وی از متحدین آنان از زنجیر را مقابل کشتی گشودند و ما عبور کردیم. وقتی کشتی وارد شهر شد، من از مشاهده باغ‌های افق حیرت کردم، زیرا گل‌ها و سبزه‌ها در باغ‌ها خوش شده بودند و درختان نشان می‌دادند که باغ‌ها را آبیاری نکردند. در مواقع دیگر وقتی انسان روی نیل از وسط افق حرکت می‌کرد، صدای پرندگان را در باغ‌های دو ساحل یمن و یسار می‌شنید. لیکن آن روز من صدای پرندگان را نشنیدم و مثل این بود که طیور از آن شهر مهاجرت کردند. باغ‌هایی که فرعون و نجبای مصر با زحمت بسیار به وجود آورده بودند، به مناسبت مهاجرت نجبا و رفتن خدمه ویران به نظر می رسید، زیرا کسی نبود که به درخت‌ها آب بدهد. از بعضی از باغ‌ها بوی لاشه‌های گندیده متصاعد می‌شد و بعد از اینکه من علت رایحه را پرسیدم، فهمیدم که چهار پایان در استاب و سگ‌ها در کلبه از گرسنگی و تشنگی مرده‌اند و لاشه آنها متعفن شده است. ولی فرعون و خانواده او از کاخ سلطنتی افق بیرون نرفته بودند و در آنجا می زیستند و عده‌ای از خدمه وفادار و درباری‌های سال خورده نیز در آن کاخ زندگی می کردند. خدمه به مناسبت وفاداری نمی توانستن فرعون را ترک نمایند و درباری‌های پیر می دانستن که کاری از آنها ساخته نیست که به جای دیگر بروند. من بعد از ورود به افق متوجه شدم که فرعون و درباری‌ها از دو گردش ماه به این طرف، یعنی 60 شبانه روز از اوضاع خارج، بدون اطلاع هستند، زیرا کاهنان آمون نمی‌گذاشتند خبری به دربار مصر برسد. در کاخ سلطنتی کبود خار و بار احساس می‌شد و درباری‌ها مثل خود فرعون با عقضیه ساده به سر می‌بردند. آمی به من گفت چون تو نزد فرعون مقرب هستی و وی به تو اعتماد دارد و می داند که دروغ نمی گویی، پیش او برو و آنچه اتفاق افتاده به اطلاعش برسان. من با روحی افسرده نزد او رفتم و فرعون که سر به زیر افکنده بود سر بلند کرد و من دیدم که فروغ چشمهای او کم شده و فرعون گفت: سینوهه، آیا از بین دوستان من تو تنها مراجعت کردی یا اینکه دیگران هم آمده ان و من در تبعز کسانی را داشتم که با من دوست بودند و من هم آنها را دوست می داشتم و به من بگو که آنها چه می کنند؟ گفتم: ای فرعون، خدایان گذشته به خصوص آمون که تو آنها را سرنگون کردی، بار دیگر در تبس خدایی می کنند و کاهنان مجسمه آمون را برپا کرده اند و مثل قدیم برایش قربانی می نمایند و مردم از اینکه خدایان خود را یافته اند خوشوقت می باشند و بر تو لعن می فرستند و تو را ملعون می دانند و نامت را در همه جا از روی معبدها و مجسمه ها و کتیبه ها محو می نمایند و می گویند که تو فرعون کذاب هستی و باید از سلطنت برکنار شد. فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت: سینوهه،
من راجب اوضاع طبس از تو پرسش نکردم، بلکه پرسیدم که دوستان من چه شدن و یاران من چه می کنند. گفتم آخ ناتون، تو به دوستان خود چه کار داری و برای تو چه اهمیت دارد که آنها زنده باشند یا مرده؟ آنچه برای تو دارای اهمیت است زنها و فرزندان و دامادهای تو هستند، ولی زن تو نفرتیتی و فرزندانت در کنار تو می باشند و یکی از دامادهای تو سمن در رود نیل مشغول صید ماهی است و داماد دیگرت توت با عروسک بازی می کند و هر روز عروسک های خود را مومیایی می نماید و در قبر جا می دهد. فرعون مثل اینکه کلام مرا نشنیده است گفت: دوست من تتمس که دوست تو نیز بود کجاست و چه می کند؟ و کجاست این هنرمند بزرگ که با هنر خود سنگ مرده را زنده می کرد و با حجار عمر جاوید عطا می نمود؟ گفتم آخ ناتون، او چون نسبت به تو و خدای تو وفادار بود، به دست سربازان سیاه پوست به قتل رسید و او را با نیزه ها سوراخ کردند و جسدش را در نیل انداختند و تمساها وی را قطعه قطعه نمودند. و اکنون در کارگاه مردی که تو میگویی به سنگ جان و عمر جاوید میبخشید، هنگام شب شغال ها زوزه میکشند. آخ ناتون، مثل اینکه پرنده‌ای را از مقابل صورتش دور می نماید، دست را تکان داد و سپس نام عده‌ای از دوستان خود را که در طبس بودن برد. بعد از ذکر هر اسم من می گفتم: او برای تو و خدایت کشته شد، یا می گفتم زنده است و اینک برای آمون قربانی می کند و تو را لعن می نماید. وقتی فرعون از ذکر نام دوستان خود فارغ گردید، من گفتم ای فرعون، بدان دوره خدایی آتون به پایان رسیده و او را سرنگون کردن و یک مرتبه دیگر آمون در جهان به خدایی رسیده است. فرعون دست های لاغر خود را تکان داد و چشم به نقطه دور دست مقابل خود دوخت و گفت: آتون خداییست ازلی و ابدی و نامحدود و یک خدای نامحدود نمیتواند در یک دنیای محدود جا بگیرد و لذا عجیب نیست که او را سرنگون کرده باشند. ولی اکنون که آتون از بین رفته، همه چیز به شکل اول برمی گردد و جهل و وحشت و کینه و ظلم بر جهان حکومت می کند و به همین جهت بهتر است که من بمیرم و دوره جدید خدایی آمون و سایر خدایان ترس و ظلم را نبینم. و ای کاش من به دنیا نمی آمدم تا اینکه شاهد این همه مظالم و بدبختی باشم. گفتم ای فرعون، تو که می دانستی که یک خدای نامحدود در این دنیای محدود نمی گنجد و افکار کوچک مردم قادر نیست که یک خدای بیشک و نادیدنی را بپرستن، برای چه این خدا را آوردی و او را به مردم شناساندی؟ آخر تو که اینجا نشستی و فرزندت را مقابل چشمانت به قد نرسانیدن و زنی را که دوست می‌داری مقابل دیدگانت سوراخ نکردن، نمی توانی بفهمی که خدای تو چگونه مردم را بدبخت کرد. آخ ناتون، تو جنگ طبس را ندیده ای و نمی دانی که شاخداران چه جنایت ها کردن، ولی قبل از آنها صلیبی ها همین جنایات را علیه شاخداران نمودن که خدایان آنها را از بین ببرند.
من فرض می کنم که در پایان این جنایات دنیایی که خدای تو می گفت به وجود می آمد و تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رفت، ولی کیست که باید مسئولیت خون این همه بیگناه را که کشته شدن و سوراخ سوراخ شدن و کالبد زنده آنها را به کام تمساها انداختن بر عهده بگیرد؟ ای فرعون، تو که می دانستی خدای نامحدود و نامرئی تو در این دنیا نمی گنجد، پس چرا حکم کردی که مردم خدای تو را بپرستند تا اینکه فجایعی به این صورت به وجود بیاوری؟ فرعون گفت: سینوه، تو که مرا اینقدر ستمگر و مردم آزار می دانی، نزد من توقف نکن و از اینجا برو که بیش از این از آزارهای من رنج نبری. از اینجا برو تا من دیگر قیافه تو را نبینم، برای اینکه از دیدار رخسار انسانی خسته شدم. ولی من به جای اینکه بروم بر زمین مقابل آخناتون نشستم و گفتم: نه ای فرعون، من از نزد تو نمی روم، برای اینکه گویی هنوز ظرف سرنوشت من لبریز نشده و باید از این که هست بیشتر پر شود. وانگهی رفتن آسان است و همه می توانند بروند، ولی گاهی ماندن احتیاج به همت دارد. و اگر دیدی که من حرفهایی به تو زدم که جنبه نکوهش داشت، ناشی از درد درون من بود، زیرا من در تبس فرزند خود و زنی را که دوست می داشتم از دست دادم. دیگر اینکه آمی و حرم ها قصد دارند که نزد تو آیند و با تو مذاکره کنند. و حرم هب روی نیل نفیر زد و دستور داد که زنجیر مسی را قطع نمایند، که کشتی های او بتوانند وارد افق شوند، و من تصور می کنم که تا یک میزان دیگر هر دو بیایند. فرعون تبسمی تلخ کرد و گفت: آمی مجسمه جنایت است و حرم هب مجسمه شمشیر و نیزه، و آیا آتون آنقدر مرا واژگون بخت کرده که فقط این دو نفر نسبت به من وفادار مانده اند و به سوی من می آیند؟ دیگر فرعون حرف نزد و من هم حرفی نزدم تا اینکه آمی و حرم هب وارد شدن، و من از رخسار آنها که سرخ بود دانستم که با یکدیگر مشاجره می کردن و با حال جر و بعض وارد کاخ سلطنتی شده اند. پایان فصل 44 دنیای کتاب صوتی.